سلام سلام سلام، خوش اومدید به گرینگوشوی امشب. افسانه پاکرو میشناسید شما؟ بچه شما افسانه پاکرو میشناسید؟ من نمیشناسم، یعنی ندیده بودمش جایی، ولی گویا یه مصاحبه ای انجام داده و خلاصه دیگه از عشاقش گفته. یک آقای دیوان حافظ داریم، دیوان افسانه نوشته و من واقعا اینو میخوام هم ازشون تشکر کنم اینجا، چون سالیان سالی موضوع رو میدونم و من قبول نکردم این جلدای کتابایی که داشتن. و دیوان افسانه، بله، یارو کتاب شعر چاپ کرد، دیوان افسانه. اصلا یعنی چی؟ شاید منظورش اینه که دیوانه افسانه، یعنی افسانه تو دیوانه ای، یا دیو آن افسانه، یعنی تو دیوی، غولی، یه چیزی هستی، شاید منظورش اینه. کتابو بگیر بخون بعد قضاوت کن، شاید همش توش فوش ناموس باشه. از کجا میدونی عاشقانه است؟ تو که میگی من نگرفتم، شاید همش از این عکس لختیایی باشه که از خودش گرفته، ناجوره. یه جا هم گفته که اصلا آقا به من میگن خوشگله، چرا به من میگین خوشگله؟ دوست ندارم به من بگین خوشگله سینما ایران. من دختر خوشگله مثلا در مورد بخوام صحبت کنم، میگن دختر خوشگله، دختر اون، دختر زیبا، اینو مثلا دوست ندارم راجع به اینجوری راجع به من صحبت بشه. باید راجع به کارهایی که کردم و توانایی که دارم صحبت بشه. باشه، اصلا بهت میگیم زش، بهت میگیم اکبری. خوبه اینجوری راضی میشی؟ من نمیدونم دیگه، ما هر چی بهتون میگیم ایراد میگیرید. چی صدا کنیم برای شما رو؟ ما یکی تو به ما بگه اصلا کی گفته که تو خوشگلی؟ من نمیدونم، شاید اینایی که به تو گفتن خوشگلی شاید نابینا بودن، کور بودن. بعد میگه به خاطر هنرم منو بشناسید، نه به خاطر زیباییم. خب کدوم هنر؟ من واقعا تو رو تا حالا تو هیچ فیلم ندیدم، یعنی من شما جای دیدینش؟ شما جای هیچ کس ندیده؟ من نمیدونم اصلا بازیگری، من فکر میکردم که از این شاخهای اینستاست، جدی ندیده بودمش تا حالا، یا از این جدیدن که میگن اینفلوئنسرن. بعد اون آلبوم ترکی دیگه چی بود؟ خواننده‌ای که تو ترکیه هستش که واسه شما یه آلبوم سروده و یه شعر خیلی خفن خونده رو چرا نمیگیم؟ خانم پاکرو جدا مثلاً آلبوم خونده؟ آلبوم نه، اینجوری نبود، یه ترانه تقدیم شما کرده، یه آهنگ شعرایی که نوشته. خیلی عجیبه، معمولاً آهنگای ترکی رو تو ایران کپی میکنن، کسی تقدیم نمیکنه. حالا یه آهنگ هم که بود ازش کپی نکرده کسی، اونم تقدیم کردن به تو، گند زدن به صنعت کپی ایران. در همه جای دنیا هم طرفدار داری، آدمت گرم. من اصلا اسمش هم واقعا نشیده بودم، من نمیدونم. بعد میگه به خاطر اینکه مردم عاشقم میشن من گوشه گیر شدم، دیگه تو سینما کار نمیکنم. برای من چون یه سری اینجوری خیلی اتفاق افتاده و اگر من الان اینقدر به مرور من اینقدر گوشه گیری شاید تو سینما چون این چیزا رو دیدین برگزیدم، اینا بی تاثیر نبوده. شما بیا از فردا کارو شروع کن، من حرف میزنم مردم هر جا دیدنت رو توف کنن، اصلا حالمون بد میشه وقتی میبینیمت. شما تو رو خدا بیا توی سینما ایران کار کن، نرو گوشه گیری نکن. بعد گفته که برای اینکه بیاین من و خواهرمو بگیرین باید دو تا داداش بیان، یعنی دو تا داداش برن خواستگاری اینا رو بگیرن. رو شرط خودتون هستی که حتما باید دو تا برادر بیان و با من و خواهرم که همیشه با همین ازدواج بخارم. خب میدونین که من واقعا آدم ازدواجی هستم، هر جا اسم ازدواج بیاد من اونجا، یعنی هر کاری آدم باشه انجام میده. من شنیدم این دنبال دو تا داداشه برای خودش و خواهرش، خب سریعا به مامان بابا گفتم که اگه بشه دیگه یه داداش میخواین دیگه. به هر حال که سلام سلام کن به بیننده ها، داداشم هستن. جان بقیه ویدیو مگه چیزی شده؟ اینجا اعلام کنم که خبرنگار از من پرسیده که حالا که شما با خواهرتون میرین، این ما گفتیم همه جا با همین مدرسه با هم رفت این صحبت ها، گفته خب پس مثلا دو تا برادرم بیان با شما. ما گفتیم آره، خندیدی اونو نوشته، در صورت که به هیچ عنوان نظر من این نیستش که دو تا برادر بیان خواسته، چون من یک آدم مستقلم، خواهر من یک آدم مستقله. چرا اینقدر نظرتو عوض میکنی؟ خب بگو ما بدونیم چه غلطی بکنیم، الان من چیکار کنم با این طول سگ؟ تو برو خونه به نظر من. والا باش پس من میرم. حالا ما تکلیف ما رو مشخص، تو برو خونه، برو خونه، من ببینم چطور میشه دیگه بقیه برم. اصلا معیار تو برای ازدواج چیه؟ حتما نباید همسر شما مرد ایرانی باشه. میتونه خارجی باشه. ترجیحاً ایرانی میخوام، واقعا جدا از شوخی قطعاً ایرانی. مرد ایرانی ویژگیش چیه به نظر شما؟ در مورد یه مرد نمونه بخوایم صحبت کنیم، مهمترین ویژگیش بعد از اصالت که مهمترینه، میتونم بگم غیرتی که داره. مرد ایرانی فقط غیرت داره؟ این همه خوب خصوصیات داریم ما، چرا اونا رو نمیگین؟ من میخوام بدونم که از چی این خارجی‌ها خوشت اومده؟
مثلا من غیرت دارم. یعنی چی میگی دوست معمولی هم با یه خواننده ترکه؟ راسته که یوسف چیم واقعا از شما خوشش اومده بوده؟ تو فیلم؟ ابراز علاقه کرده؟ نه خارج از فیلم؟ نه خیلی این شایعه است. نشنده بودم ولی واقعا دوستی معمولیه، هیچ چیز غیر از هیچ خبری نیست، هیچ خبری دیگه نیست غیر از. تو غلط میکنی، دوست معمولی هستی. من خودم معنی دوست معمولی رو میدونم، 680 تا دوست معمولی دارم خودم. مگه من خرم؟ پاشو بیا خونه موهاتم بکن تو، تا دیر وقتم بیرون نمیمونی. همینی که گفتم، مرد ایرانی و غیرتش. فکر کنم از این غیرتم خوشش اومد بچه ها. اصلا یه قسمت های دیگه از اون چیزم هست، ویدیو رو بذاریم بچه. اون ویدیو افسانه رو پخش بله؟ کنیم. افسانه؟ افسانه چیه بیشور؟ مگه من بیغیرتم؟ از این به بعد افسانه میگی عباس آقا، بهش میگین عباس آقا، همینی که هست. افسانه افسانه، برو دهنتو بشور. من از اون مرداش نیستم، من غیرتی ام. قربونت برم، شما با برنامه تماس بگیر، اصلا قرار اول همون بذاریم توی خونه، بهترم هست. من بیرون بیام پوستم حساسه یه جورایی. اصلا آقا من اینقدر خودم عاشقتم که اصلا یه دیکشنری واسط نوشتم، اون کتاب شعر رو بنداز بیرون، 7-40 دیکشنری نوشتم واسط. آکسوانه کلش در مورد افسانه است. قربونت برم، تو فقط لب تر کن، همه چیز حاضره. از این به بعد دیگه این یارو هم که گفت افسانه رو بندازیم بیرون، دیگه نمیخوام ببینمش. اینجا به من میگن گرینگ و غیرتی. خب رسیدیم به بخش بسیار جذاب و حال به هم زن خزمزگان. بریم ویدیو رو ببینیم. مامان جونم زری، بالاخره من نفهمیدم هزینه این شمال اومدن از کجا آوردیم. فالوورها حال دادن، زحمت کشتن برامون وام گرفتن، آوردم از شمال عشقن. والا ما قصد دخالت نداریم، ولی خب ببینین هزینه ها خب روی شونه های معمل دیگه، یعنی حالا روشونه هاش نه، یه ذره پایین تر، یه کمی دیگه پایین تر آها آها همینجا، هزینه ها از اینجا میاد. برای نامن خیلی زحمت میکشه، درد میکشه، یعنی برای خیلی تلاش میکنه، همینجوری نیست، هزینه این پلنگ ملنگ ها زیاده. میخوام تو رو مال خودم باشی، تو مال خال خودم، تو بیا بشی حالا هوای من، که بشم واسط یه ستار، نارم میخونم واسط، جونم و میدم واسط، تو که مال من باشی، تو که مال من باشی. خب اینم صدای غایب این هفته بود که دیدید، و فکر کنم واسه مال خودش ترانه رو خونده، چون 20,000 بار فقط گفت مال خودم مال خودم. نمیدونم ولی امیدوارم عاشق هر کی هست تو رو خود زودتر خودتو برسون، این جونش رو فدا کنه، همه ما راحت شیم. جو مختره است یه بغ من بودم. آره ادیسون نبود، ادیسون داشم بود که پشیاشم بعد ریخته بود، چون من به همه گفتم که ادیسون مختره برقایتی، ولی مختره است خودم بودم. آره نمیخواستم بگم، ولی خب والا ما هم نمیخوایم بگیم، ولی خب کاش اون شب برق رفته بود، یعنی اینا دوچار برق گرفتگی شدن، الان مغزش خوش شده داره این حرفا رو میزنه، اون کنارش هم همینطور. من نمیدونم، یعنی آها یه حدس میزنم که ممکنه کار بابا برقی باشه، یعنی این بابا برقی واقعا از اول من میدونستم این کار است. البته خب دستش درد نکنه، ولی خب دیگه سعی کنین زیاد به اینا نزدیک نشین، چون برق دارن همچنان. اینا رو دیگه باید رعایت کنید، خب زشته دیگه، دور از ادبه. خب دستشویی رفتی آب قد بوده، خودتو با دستمال تمیز کردی، باشه درست، ولی دیگه چرا میندازی توی ماشین اون دستمال کثافت رو؟ انداختی توی ماشین یه نفر، خب ناجوره، هزار تا اتفاق میفته. حالا چی شده؟ میگه حالا چی شده؟ ببین ما اومدیم واسه سلامت بزنم. آقا دستمال کاغذی بخورید، وقت نداریم، واسه سلامتیتون خیلی خوبه. نه آقا دستمال کاغذی بخورید، فوق العاده ویتامین داره. بفرما. بعد میگید که رعایت کنید. خب ببینین الان اینا دستمال کاغذی هم میخورن. من نمیدونم تو رو خدا چی خورده بودی ظهر، مگه خور شکرفس؟ خب حالا
خورشگر رفت، حالا یه ذره ویتامینش هم بیشتر، اشکال نداره. به هر حال اینا خوردن هرچی بود. دفعه دیگه نباید دستمال اون گنده که خودتو تمیز کردی رو بندازیم اون تو. بندازش توی سطل. اینا باز البته ممکنه برن دوباره اون دستمال کاغذی اونجا هم بخورن، ولی خب بهتر از اینی که انداختی توی ماشین. این ببخشید واقعا عوامل برنامه ما همشون بی ادبه. یعنی از خود من بدترم. یه موقع سفر داشتید به ترکیه، به آنتالیا و اومدید اینجا، لیدرتون بهتون گفتش که شما از لیدرتون درخواست کردید که بیاید جایی که منو ببینید، بیاید حالا اون پارتی که من هستم. کسی که شما راهنمایی میکنه بهتون میگه شما 70 دلار 50 دلار به من بده، من میبرم مهتاب رو ببینی، این دروغه. چون یه کسی نمیتونه از شما پول بگیره به خاطر اینکه منو ببینی، چون دیدم اصلا پولی نیست. مسافرهایی که از ایران میاد و میخواد منو ببینه اینجا ازشون پول میگیرن به دلار و نمیذارن حتی منو ببینه و من خبردار بشم از این موضوع. فقط تو رو خدا سریعتر بگین که جا پر میشه دیگه، برای تور آنتالیا است ما هم داریم. میدونم. آها اون نه دیگه، 70 دلار که میدادین واسه مهتاب دیگه نمیخواد دیگه، الان خودش رو تور هست. خیالتون راحت، در خدمتتون هست. بله باشه باشه، پس دیگه سریعتر که اینشون بگی ما شرمنده شما نشیم، ما جا پر میشه ها. چشم، اونم حتما. دیگه به هر خدا شکر این ویدیو رو دادی که ما میدونیم الان مهتاب رو تورا میاد. ما جانم چی میگه؟ چند ماه قبل و 70 دلار خوب از جیبت برداشتم، آنتالیا بودم کار داشتم لازم میدم، حالا این کلی بازی ها چیه در میاری؟ اون شب لازم داشتم 70 دلار رو، حالا باش، حالا بعد برنامه بهت میدم. این چی کلی بازی چیه؟ قطع کنین آقا، قطع کنین ببینم. خب رسیدیم به بخش قرعه کشی و پیدا کردن اون تک برنده خوششانس این هفته ما. لطف کنید که این بار از 4-1 بشمارید با من. 4-3-2-1. خب مجید آندرلاین C-O-98 مجید آندرلاین C-O-98 مجید با دو تا آی در حقیقت. مبارکت باشه مجید جان، امیدوارم که از جایزت لذت ببری. از طرف ما یه دایرکت مسیج میگیری و ما بهت میگیم که جایزه چطور به دستت میرسه. زیر آخرین پست اینستاگرام من یادتون نره کامنت بذارین که شما هم بیان توی این لیست. قربونتون برم. عرب استعفای خودش رو تکذیب کرد، یعنی صبر نکرد این برنامه ما خشک بشه، سریعا تکذیب کرد این خبر رو. به هر حال ما گفته بودیم هفته قبل هم با این خبر مسخره ما برنامه‌مون رو شروع کردیم، متاسفانه آبروی ما رو برد. بعد اصلا حالا استعفاش چی بود که دیگه تکذیبش هم بخواد بکنه؟ ما اصلا برامون مهم نیست عزیز من، شما راحت باش، میخوای استعفا بده، میخوای تکذیب کن، میخوای استعفا نده. دوستان 85 امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه 85 های توی خونه، توی خیابون، توی کوچه، توی ماشین، روی تخت، خلاصه هر جا هستید سلام. امسال استقلال با 130 تا خرید و کلی تغییر و اینها اولین بازی فصل رو باخت. حالا زاری ضربه رو میزنه و گل! گل برای ماشین سازی. شما مربی ایتالیایی استراماچونی رو برداشتید آوردید توی ایران، گوشه زمین وایساده هی با یه زبون دیگه خب حرف میزنه، کسی نمیفهمه. همین میشه دیگه. مترجم بدبختم که راه ندادید، توی کنفرانس مطبوعاتی هم هی دعوتش کردید بدون مترجم. خب چی بگه؟ خب بعد یکی اومده اونجا که ترجمه کنه، اصلا وقت نداد که یارو ترجمه کنه. And they cut off your translator. What is this? Sabotage? What is this? But I will not give up. I will stay here. I will not be up. We give up. I fight. You know what? For fans. Because fans are very good in Esterland. Fantastic fans. And this is no respect. Congratulations to Mashid Sadzi. خب دیگه الان که مترجم اومده بذار حرفاتو ترجمه کنه دیگه. آخرش هم قهر کرد رفت. Thank you very much. بذار اون ترجمه کنه، گوگل ترنسلیت که نیست که، یه ذره باید فکر کنه. بعد میگه 2 ماه دارید منو اذیت میکنید. خب چرا بچه مردم اذیت میکنید؟ بذار بره قلیونشو بکشه بازنش.
اول که اومده بود میگفت که تهران بهترین شهر دنیاست، اینجا دارم اشغال میکنم. دیدی داداش، تهران همون دو سه روز اولش خوبه، خود تهرانی آخر هفته ها میرن شمال. اینو چند روز بفرستید شمال تو ترافیک چالوس بمونه، قدر تهران رو دوباره بدونه. آخرم که صندلی رو زد انداخت خسارت زد دنبال دولتی. حالا شب استوری میذاره میگه تهران واقعا صندلیاش خوبه، اصلا نمیشکنه. کلی از صندلیای ایرانی تعریف میکنه. آقا جان مادرتون بذارید مترجم ببره با خودش. خب حق داره، فارسی بلد نیست. مثلا به یه بازیکن گفته سانت کنید، اون بنده خدا متر در آورده زمین رو داشت سانت میکرده. خب زبون همدیگر رو نمیفهمن، نیاز دارم به مترجم. ما یه نظرسنجی هم داریم در این مورد که خب ببینیم آیا مربی های خارجی نیاز به مترجم دارند؟ یک، خارجی که هیچی، مربی های ایرانی هم نیاز به مترجم دارند. دو، نیازهای مربی ها رو ما نباید رفع کنیم، مگه ما زنشونیم؟ سه، نه بهتره برن فارسی و ترکی و لوری و رشتی یاد بگیرن بعد بیان تو ایران. چهار، مترجم نیارید فیروز کریمی قش میکنه. تا اینجا 6 میلیون نفر شرکت کردن و قدم روی تخم نظرسنجی برنامه گذاشتن و ما رو شرمنده کردن. خیلی حمایت میکنن، مخصوصا بعضی از دخترها واقعا تو اینستا دارن از ما حمایت میکنن. برنامه 85 یه جایی از بدنشون تگ میکنه که آدم میگرخه. خبر بعد اینه که یکی از بازیکنان استقلال گفته که توپا چرا سنگینه. توپا نسبت به توپای پارسال که همه راضی بودن ازش خیلی سنگینه، اصلا اونجوری که بازیکن میخواد ضربه بزنه به توپ نمیشه و توپا رو سبک کنید. حق دارن، خب توپ سنگین باشه که گل نمیشه. توپ باید اونقدر سبک باشه که دیگه نیازی نباشه شوتش کنی، بهش بگی برو تو گل، خودش باشه بره تو گل. یعنی چی توپ سنگینه؟ همه جای دنیا خب توپ وزنش همینه دیگه. اگه توپای ما با بقیه دنیا فرق داره که خاک تو فرقمون. از اون ورم رو ضربه ایستگاهی گل خوردن، یکی اون وسط بدبخت کم پریده ریختن تو پیجش، فوش ناموس دادن بهش. برگرده این ضربه فنی دیده. خب بعضیا همینقدر میتونن بپرن، شاید پریدنش خراب شده، چرا بهش فوش میدید؟ بازیکن پول نمیگیره که بپره، بازیکن پول میگیره قلیون بکشه دختر بازی کنه. حالا اصلا به ما چه ربطی نداره به ما. حالا که پریده بود توپ از زیر پاش رد میشد میگفتن که چرا پریدی. همیشه دنبال یه مقصرن. به نظر من پیج مسی رو سیف کنید، هر اتفاقی افتاد، هر کی یه جای سوتی داد بریزین تو صفحش فوشش بدید. اون زمور ما رو نمیفهمه بهتره دیگه، آبروی جلویش نداریم. به هر حال اون میدونه، درک میکنه ایرانی ها رو. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ همین مسی ایرانی، رضا پرستش، زبون ما رو هم میفهمه بهتره. بریزید اونجا هر روز بهش فوش بدید. من نمیدونم این فوش دادن چه تأثیری داره، ولی حتما مشکلاتتون رو تو خونه با فوش حل میکنید دیگه. فکر کنم مثلا با فوش ناموس از بابتون پوتوجیبی میگیرید که میان اون کارا رو میکنید. اگه اینجوریه که خب اشکال نداره، فوش بدید. حالا ما یه تماسی هم داریم با یه کارشناس داوری در مورد صحنه گل که اصلا بدونی واقعا کی مقصر بوده. خواهش میکنم که کارشناس داوری رو بیارید روی خط. سلام. سلام، شمسی خانم نیستن؟ شمسی خانم کیه؟ با خودت کار داریم. آها، فکر کردم با زنم کار داری. آخه جدیداً مردا بهش زنگ میزنن باهاش کار دارن. منم بهش اعتماد دارم و به خاطر همین نمیپرسم چی کار دارن. ای بابا، این الان خودش دو کارشناس لازم داره. چی شده حالا؟ از برنامه گیرینگ و شما زاهم میشم، یه صحنه داریم میخوایم کارشناسی کنید. صحنه چی هست؟ خیلی صحنه دار نباشه، چون زنم اینجا نشسته پیشم ناجوره. یعنی آقا صحنه فوتباله، صحنه فوتباله، صحنه گل فوتباله. فوتبال دیگه چی گفتیه؟ بابا باز اشتباهی زنگ زدید. چرا اینقدر گاوید شما؟ من آقا شما مگه داور نیستی؟ بله داور هستم. خب من داور کشتی ام. حالا زیاد فرقی نمیکنه، اشکال نداره، برای داوری. درسته، تنها فرقشون اینه که تو فوتبال شما چوب بیسبال ندارید. البته تو کشتی هم نداریم چوب بیسبالو. ول کن اونو حالا. از کجا فهمیدی گرفتمش؟ نه آقا، من بحث کشتی رو میگم، ول کن. ببینین یه ضربه ایستگاهیه دیگه، بازیکن ضربه میزنه سمت دروازه. دروازه غار؟ نه بابا، دروازه غار کجاست؟ دروازه دولاب؟ نه آقا، دروازه فوتبالو میگم. آها، آخه من خودم بچه دروازه غارم، گفتم این کسی ضربه زده بریم دو تا فتیل پیچ بهش بزنیم. چون منتقدا معتقدن که یکی سرشو کشیده کنار. آها، این صحنه خطاست. خواهش میکنم یه بار دیگه ویدیو رو ببینیم. دست به سر خطاست. زوم بفرمایید که ببینیم. آها، این خطاست، این صحنه خطاست، سر و گردن بگیری خطاست. تازه دست به مهره هم حرکته. اینجا باید داور سوت بزنه، بره دست بزنه به بدن بازیکن ها ببینم روغن زدن یا نه. رو چرا زوم میکنی؟ توپ از بالا رفته، ما به بالا کار داریم. تو فوتبال میشه روغن زد دیگه. آره روغن چیه؟ میگم فوتباله.
من جای هوادارا بودم این بازیکنو اصلا... پیدا میکردم دو تا بار اندازه مشتی بهش میزدم. قطع کنین آقا، قطع کنین که این به درد ما نمیخوره. قطعش کنین. قهرمانی و قهرمانی تمامی کشتیگیران عزیز و خصوصا کشتیگیر. بعد یه نکته خیلی عجیبی در صنعت کپی رخ داده توی فوتبال کشور. کپی کاری به فوتبال کشور هم رسیده. پرسپولیس و نساجی و استقلال و خلاصه اینها لباسشون کپی از سیما انگلیسیه. یه لیگ انگلیس قشنگ رو انداختیم اینور. یه انگلیسی یهو اشتباه شبکه ایرانو بگیره، فوتبال ایرانو ببینه، اولش نمیفهمه که لیگ انگلیس نیست. بعد که ببینه خب همه دارن میزنن زیر توپو، توی ورزشگاه دارن فوش و ناموس میدن، خب اون موقع متوجه میشه که ایرانه. دیگه واقعا خسته شدیم. چرا من نمیدونم چرا، خب این همه ما طرحهای خیلی خوب داریم، اتفاقا همین تازگی برای یکی از هنرمندای ما طراحی کرده بودن، چرا از اون استعدادها استفاده نمیکنید؟ ببینید چقدر لباس نفیسه روشن خوشگله، سه تا زرافه گردن تو گردن اومدن با زمینه آبی، واقعا هنرمندانه است. و چتونه چرا اینجوری میکنین؟ کپیه با مطمئنین کپی از میترا حجار اجازه گرفتین یا نه همینجوری دارین میگین کپی؟ از کی ببینم؟ ای بابا، ای بابا، شماها یه مش بچه 12-13 ساله این. اینو من گفته باشم، من دیگه از این به بعد سمت میترا حجارم، شما خودتون میدونید. اگه واقعا این کپیه که کپیه، یعنی واقعا نمیتونم، یعنی وجدانم اجازه نمیده که من بگم حاضرم 12 ساله باشم و بگم که این کپیه. چه برندی راه کپی کرده؟ اینقدر اسمش زشته که اصلا من رو نمیشه بگم. یعنی دیگه حداقل بریم سراغ برندهای دیگه. دلمون خوش بود، گفتیم که حالا هستن یه سری استعدادای توی طراحی لباس که میتونن لباسای تیم‌ها رو طراحی کنن، که اونم باز اینجوری کپی در اومد. دیگه آبروی ما رو بردید، به خدا خسته شدیم دیگه از این همه کپی که دارن انجام میدید. و اما خبر شوکه کننده هفته، خبر کوتاه بود و جان فرسا و هولناک، یعنی الان به خودش هم بگی واقعا باورش نمیشه. مهدی طارمی هتریک کرده. O primeiro foi adiado para o próximo mês de setembro e é frente à vitória de Guimarães. O Mavro Medi Taremi vai de novo, aparentemente partiu de posição regular, tem uma grande oportunidade e vai mesmo fazer o... یعنی شما الان مهدی طارمی رو بعد از این سه تا گلی که زده به سرغوریشی نشونش بدی اونو نمیشناسه. البته خب سرغوریشی خب هیچ کس رو نمیشناسه. بعد یه نکته جالب داره توی گل زدن طارمی، اونم این بود که بین همتیمیاش خیلی طرفدار پیدا کرده، خدا رو شکر. همینجور که میبینین یه بار دیگه فیلم رو ببینین. ببخشید این چی بود؟ یه بار دیگه بذارید. یعنی چی؟ ای بابا، خب بس آقا، خب باشه فهمیدیم. انگار با قصد و نظر این کار رو کرده بودن، یه جورایی تو پیشرفتش تاثیر داشته. من از اول معتقد بودم اینو باید زد، یعنی از اون موقع که ایران بود اگه ما روزی دو تا در ش میزدیم الان رئال مادرید بود. عیب نداره، هنوزم بیر نشده. بریم سراغ نظرسنجی. بله، تا اینجا 521 میلیون نفر شرکت کردن. همینطور که میدونید هر ایرانی داره با 7 گوشی به ما پیام میده، ولی خب من نمیدونم که چرا همه گزینه ها به یک میزان رای دادید. چجوریه واقعا من نمیدونم اصلا چطور تونستید تنظیم کنید. خب لعنتی ها، من یه نفرتون یه رای بده خب جابجا شه این رای ها. من نمیدونم آقا چه وضعیه، اصلا چرا اینقدر دارید ما رو اذیت میکنید؟ نظرسنجی ها رو برمیداریم ها. ای بابا، خلاصه اصلا ما رو خورد نکنید جان. عرب استفاده داد بابا، اول برنامه گفتیم تکذیب کرده، عرب استفاده داده بچه ها. عرب یعنی مطمئن نیشا تا آخر برنامه برگرده ها، فعلا تا الان عرب استفاده داده. حالا گفتم که در جریان باشید دیگه، قربونتون برم، مرسی. هفته پیش یه فیلمی پخش شد از شیلا خداداد که خب اونم باز جوگیر شده بود، مثل بقیه هنرمندا یه کتابی نوشته بود. الان دیگه همه هنرمندا حداقل 3-4 تا کتابو دارن. یعنی بگذاریم حالا، ایشون برای مراسم امضای کتابش رفته و خب ما دیدیم که به هر حال از این ور خیابون اومد اون ور خیابون، از رو جوب رد شدن منتها با چند تا بادیگارد. خب شیلا جان، شما دیگه برای رد شدن از جوب هم یعنی بادیگارد لازم داری؟ من نمیفهمم چرا هر دفعه یه چیزی مد میشه بین هنرمندا. بعد دیدن ایشون با بادیگارد از رو جوب رد شده خوششون اومده، بقیه هم رفتن همه بادیگارد گرفتن.
دیگه میخوان توالتم برن بادیگارد میبرن با خودشون که من بعد اونجا سوسکی باشه پشه چیزی بخواد بهشون آسیب بزنه خدای نکرده. حالا اینا رو ول کن. از شیلا خداداد پرسیدن گفتن که چرا بادیگارد گرفته، گفته اون بادیگارد نبوده سکیوریتی بوده. اون سکیوریتیه، اصلا اسمشون بادیگارد. بادیگارد رو دوستان عزیز کسی نمیبینه. اگه کسی بادیگارد داشته باشه، بادیگاردا که بیرون همینجوری نیستن که ببینیشون، بادیگارد دیده نمیشه. اونا سکیوریتی ان. یعنی چی اینا بادیگارد نبودن سکیوریتی بودن؟ بعد میگه بادیگاردا رو که ما نمیبینیم که. پس اینا چی ان؟ یعنی لابد اینا مثلا سکیوریتی ان. آره خب بادیگارد همون محافظ دیگه، فارسیش میشه محافظ که حفاظت میکنه. سکیوریتی هم همین، یعنی کارش، کار بادیگارد سکیوریتی کردن، یعنی امنیت ایجاد کردنه، محافظت کردنه. و حالا اینا رو ول کنین. شما اینجا رو ببینین، غول برره که خب رئیس بادیگاردای کل دنیا که توی خواب بادیگارد لات با مرام جنیفر لوپز بود. لاته، یعنی جنیفر یه لاته با مرامه. الان بادیگارد این خانومه است که اصلا معلوم نیست کی هست. باز حالا این غول بدره رو من میشناسم، بعضی میشناسنش، این دختره رو تو خونش هم نمیشناسن. یعنی هر دفعه میره خونشون بابا جلوی در وای میسه میگه ببخشید شما. والا چرا ما نمیشناسیم اینا رو؟ من واقعا نمیدونم، یکی به ما بگه. حالا این چیزها رو ول کنین، این ویدیو بعدی رو ببینین شما از غول براره. هفت تا بادیگارد داره خودش. یعنی خودش یارو رئیس کل بادیگاردهای دنیاست، ولی هفت تا بادیگارد دور برشن. مگه شرکت هرمیه؟ چرا اینجوریه؟ خب واقعا من نمیدونم شما بادیگاردی، هنرمندی، چی هستی؟ ما همینجوریش هم جرئت نمی‌کنیم بیایم سمتت. بادیگارد هم گرفتی؟ بعد این بیچاره خب صبح میره بادیگارد اینو اون انجام میده که خرج بادیگاردهای خودش رو در بیاره. واقعا زندگی بعضی از این هنرمندا خیلی سخت شده. حالا دیگه همه دارن بادیگارد میگیرن. دیشب یکی از دوستام زنگ زده میگه بادیگارد کار کرده در حد 9 سراغ نداری بگیرم. قربون در اصلا بادیگارد برای چته؟ اصلا شما حالا اینا رو ول کنید، این مصاحبه رو ببینید. وجود بادیگارد ها خیلی ملزم هستش که کنار ما باشن. خب چه ایرادی داره دنبال هنرمندا تیم تشریفات رو بفرستم؟ چون خب ما بیرون که نمیتونیم زیاد بریم. میگه که واسه ما هنرمندا بادیگارد لازمه. هنرمندا اصلا من چرا نمیشناسم این هنرمندا رو؟ کجا بازی کردن؟ اصلا بازیگرن، نقاشن، چی هن؟ من نمیدونم چه هنری آخه. پولداری هنر نیست، حالا ما گفته باشیم. بعد بهش میگه چرا بادیگارد گرفتی؟ میگه خیلی اذیت شدم قبلا. چرا خب بگیم بادیگارد بد داشته باشیم؟ شاید خیلی اذیت شدم. خب روی چی نشستی که اذیت شدی؟ آقا چرا بچه مردم اذیت میکنین؟ الان دیگه همه سلبریتی های ما توهم هنر، توهم نویسندگی، توهم بندسازی، توهم عدشناسی و عدسازی دارن. شما بازیگرهای هالیوودو ببینید دیگه، شما از اینا که دیگه معروفتر نیستین که. از آنجلینا جولی و براد پیت و لئوناردو دیکاپریو اینا که معروفتر نیستین که. شما ببینید اونا چطوری زندگی میکنن بدون بادیگارد. خب میرن توی خیابون قهوه میگیرن با دوستاشون، بیرونن، تیلور سویفت خرید میکنه، بعضیاشون تو مترو هن. میرن بیرون، میبینین دیگه. خب این نشون میده که هنرمندای خارجی اصلا نمیدونن معنی هنر چیه. اصلا اینا هنرمند نیستن. هنرمندی که بادیگارد نداشته باشه اصلا هنرمند نیست. شماها میدونین برای چی دارین بادیگارد میگیرین یا نه؟ به هر حال اونایی که میان سمتتون طرفداراتون هستن ها. یعنی جان لنون هم نیستین که بکشنتون. تهران هم تگزاس نیست. اسلحه کسی همراهش نیست که بیاد سمتتون. به هر حال طرفداراتون هم باید یه وقتی کمی حداقل بذارید با اینا، امضا بدید، عکس بگیرید. من نمیدونم واقعا از چی داریم ما خودتون رو محافظت میکنیم. حالا جالب اینجاست که نمیخواستم بگم ولی منم یه چند تا بادیگارد گرفتم. یعنی چون واقعا اذیت میشدم. دیروز مثلا یه گربه توی محل بهم حمله کرده، بعد همسایه‌مون توضیح داد که ببین وقتی یه گربه داره ازت دور میشه یعنی داره فرار میکنه، این اسمش حمله نیست،
ولی خب من اهل ریسک نیستم، ریسک نکردم، سریع 8 تا بادیگارد گرفتم. البته خب یه ذره سخت شد راه رفتن و این بر اون بر رفتن، یه ذره دست و پامو گرفتن، ولی 8 تا بادیگارد زن گرفتم دیگه. الان اینا رو مجبور شدم شبام نگه دارم تو خونه، یه ذره موقع خواب جام تنگ شده، ولی میارزه، عوضش امنیت دارم. خب اینم گرینگوشو امشب ما بود، امیدوارم که لذت برده باشید و کلی خندیده باشید. تو هفته دیگه و گرینگوشو دیگه این سوراخ‌های ارتباطی رو فراموش نکنید. نباید اینا رو بگم، سریعاً به این محل سوراخ ارتباطی مراجعه کنید. دم تک تکتون گرم و تا هفته دیگه بیسمنتتون رو گرم نگه دارید. قربونتون برم.